تمرین سوم مضراب راست فقط به سیم پایینه، نوک فلش روی سیم اول. دقت بکنیم. در ابتدای کار اگر که قاطی میکنید میتونید سیم ها رو نگاه کنید، اگر که یه مقداری این سیم ها رو با هم دیگه گم میکنید. فقط من خواهشم اینه که به این شکل مضراب نزنید. ببینید، یعنی همینطوری آروم سیم ها رو به صدا در بیارید کافی نیست، مهم اینه که مچ حرکت کنه. ببینید، حتی اگر گاهی وقتا قوی میزنید به سیم های دیگه هم میخوره، هیچ اشکالی نداره. کم کم خود به خود این اتفاق میفته. منظم این تمرین انجام میدیم. تمرین چهارم، مضراب چپ به همه سیم ها، یعنی از سیم اول شروع میشه به سیم دوم میخوره و سوم. خب در قسمت بعد حالا اینها رو با هم دیگه مخلوط میکنیم به اصطلاح، و من توضیح بازم دادم. البته این نشانه گذاری تنها برای مراحل پایه‌ای و ابتدای نوازندگی به کار میره و در مراحل بعدی برای هر ضربه‌ای بر هر سیم و بر هر پرده نشانه‌ای خواهیم داشت که همون نوت‌نگاری و نوت‌نویسی معذرت می‌خوام میشه. برای اینکه بتونیم با تمرکز بیشتری مضراب و فیگور صحیح رو تمرین بکنیم، به این روش عمل می‌کنیم که حواستون به تئوری موسیقی نباشه. حالا بیایم اینجا ببینید، مثلا این نشانه‌گذاری رو من به شما میگم: چپ رو سیم اول، نوک فلش رو سیم اوله، راست رو سیم دوم، نوک فلش روی سیم دومه، اما جهت فلش به سمت پایینه. یعنی یادتون بمونه مضراب به سمت پایین دیگه مضراب راسته. چپ رو سیم سوم، چپ رو سیم دوم، که همه تمرین ها رو دیگه شروع میکنید، تمرینات مضراب زدن روی سیم های مختلف با شمارش دوتایی. دو ضربی شروع میکنیم تمرین کردن، یک دو، که سیم به ترتیب شروع میکنیم از تمرین یک. دو تا مضراب راست رو سیم اول، که اینو ما نمونهش زدیم توی قبل، یعنی تو قسمت قبلی داشتیم مضراب راست رو سیم اول، یک دو. خواهش می‌کنم فقط تمرین رو ببینیم که چون دیگه اینو داشتیم. تمرین دوم، مضراب راست روی سیم دوم. این یه مقداری مشکل تره به خاطر اینکه پیدا کردن سیم دوم رو یه مقدار براتون باید تمرکز بیشتری می‌طلبه و دقت کنید. اینجا تنها جایی که یه ذره نوسان دست رو کنترل میکنیم که صدای سیم های دیگه نیاد. ببینید، سیم اول رو راحت تر میزنیم، مضراب راست رو سیم اول، مضراب راست رو سیم دوم. هر کدوم از این تمرین ها رو یه چیز حدود 20 بار، 25 بار، 30 بار هم تو پشت سر هم باید بزنید، جلو آینه هم باشین. تمرین سوم، راست رو سیم اول و راست روی سیم دوم. منظم و با حوصله. راست رو سیم اول، راست رو سیم دوم، راست سیم اول، راست سیم دوم. تمرین چهارم، راست روی سیم اول، چپ روی سیم سوم. راست رو سیم اول، چپ روی سیم سوم. تمرین پنجم، راست سیم اول، چپ سیم سوم. معذرت میخوام، راست سیم دوم، چپ سیم سوم. این تمرین بسیار مهمه. ذهنتون به هیچ وجه نباید معطوف به تئوری موسیقی و نوت نویسی باشه. تمام این تمرین ها رو با یک فلش سکر نشون بدیم. تمرین ششم، راست سیم اول، چپ سیم اول، راست منظم، اصلا تون نشه. هفت، راست سیم دوم و چپ سیم دوم، فلش به سمت پایین رو میبینین که نوک فلش رو سیم دومه و بعد فلش به سمت بالا، بازم نوک فلش رو سیم دوم، راست چپ. تمرین هشتم، راست و چپ پشت سر هم کند روی سیم سوم. تمرین نو، راست رو سیم سوم، راست سیم دوم. و
تمرین 10 راست سیم سوم و راست سیم اول. حالا میرسیم به قسمتی که راجع به تئوری موسیقی صحبت بکنیم، اما قبل از اینکه وارد بخش بعد یعنی تئوری موسیقی بشیم، من فقط این پیشنهاد رو میدم که حالا این تمرین‌ها رو دیگه براتون نمی‌نوازم. این تمرین‌هایی هستش که چهار تاییه، دو سه نمونه‌ش رو براتون می‌زنم، ولی اینا از کتاب خود بنده هست. انشالله در زمانی که این سی دی داره ارائه میشه، این کتاب چند سالی است که همچنان به صورت دستنویس و در میان شاگردان من هست، انشالله چاپ خواهد شد و در اختیار شما قرار خواهد گرفت که این تمرینات مقدماتیش خیلی برای شما مفیده، ولی چون تعدادش زیاده من فقط براتون خط کلی این تمرین ها رو میگم. همون تمرین های مضراب زدن هست که من اومدم دوباره همونها رو چهارتایی انجام دادم، یعنی شما باید مثلا همینطوری چهارتا بشمارید و سیم های مختلف رو با هم دیگه مخلوط بکنید. ببینید، راست سیم اول، راست سیم اول، راست سیم دوم و بازم راست سیم دوم. بعد مثلا در تمرین فرض کنید 17 راست و چپ رو سیم اول، دوباره یه راست و سیم اول و یه دونه چپ روی سیم سوم. یعنی هر چی که بتونید با این سیم ها درگیر بشید. من چند نمونه براتون میزنم. تمرین 11 راست اول، ببینید، راست اول، راست دوم، راست دوم. اگه بخوایم اسم نوتا رو بگیم، همونطور که گفتم چون سیم اول ما لا هست، سیم دوم ر و سیم سوم سوله، میتونیم بگیم لا لا ر ر، ولی دیگه از این تونتر به هیچ وجه نباید نواخته بشه. راست اول، راست دوم، راست اول، یعنی چهار تا باید بشمونید. یک دو سه چهار، یک دو سه. در تمرین 12 اومدم راست و چپ ها رو با هم میکس کردم. راست چپ، راست چپ، راست و چپ رو سیم اول، راست و چپ رو سیم دوم، همزمان رو سیم ها بتونیم حرکت کنیم. راست چپ، راست چپ، راست چپ، راست چپ، راست چپ، راست چپ. خب فقط تند این تمرین ها رو خواهش میکنم نزنید که بتونید مضرابتون رو کنترل کنید. در تمرین های بعدی این نظم و ترتیب به هم خورده. باز تمرین 13 راست اول، راست دوم، راست اول، چپ اول. ببینید، من به خاطر اینکه زمان یه مقداری به اصطلاح کمتر گرفته بشه دارم یه ذره تندتر میزنم، شما خودتون کندترش کنید. راست اول، راست دوم، راست اول، چپ اول. تمرین 14 راست اول، چپ سوم، راست اول، چپ اول. خوب دقت کنید صدایی که دارید میشنوید صدا میتونه معیار خوبی برای کنترل درستی مضرابتون باشه. مثلا تمرین 15 رو میزنم، راست اول، راست دوم، معذرت میخوام، راست رو سیم دوم، چپ روی سیم دوم، راست اول و چپ سوم. ببینید دست من، نمیدونم توی تصویر هست یا نه، راست اول، راست دوم، دقت بکنید، من فکر کنم اشتباه گفتم، راست دوم، چپ دوم، بله، راست اول، چپ سوم. خب البته نیازی نیست شما همه اینا رو بگید، من فقط دارم نشانه ها رو برای شما تکرار میکنم. راست رو سیم دوم، چپ رو سیم دوم، راست رو سیم اول، چپ رو سیم سوم. اینا رو از روی این نشانه ها میتونید تمرین کنید. من چند نمونه براتون میزنم. ببینید، فقط اگر دوستان لطف کنن و تصویر دست من رو نشون بدن که دیگه من بخوام فقط ساز رو بزنم، شما بعد روی دست چک بکنید. تمرینی که توی کتاب من هست مثلا تمرین 20، ببخشید، راست اول، راست دوم، راست دوم، راست اول. حالا همین کارو مثلا انجام میدیم، یه تغییر توش میدیم، راست اول، چپ سوم، چپ سوم، دوباره راست اول.
بعد یه خورده که مسلط شدین، همین تمرین ها رو آخراش یه زده سرعتش رو یه کمی بیشتر میکنید و سرعت بالاتر، یه تنوعی هم هست براتون. راست اول، چپ سوم، چپ سوم، راست اول. یک، دو، سه، چهار. یک، دو، سه، چهار. مثلا راست اول، چپ اول، راست دوم، چپ سوم، راست اول، چپ اول، راست دوم، چپ سوم. این تیپ تمرین ها رو خودتون هم میتونین با ترکیب این تمرین ها خلق بکنید و این سیم ها رو با هم مخلوط کنید تا دستتون خوب روی سیم ها بچرخه. میریم برای بخش بعد که تئوری موسیقی است.